عمر یک روزی یک نامه ای نوشت به قیصر روم، ملک روم، و نوشت که یا مسلمان شو یا باید می جنگم و حمله میکنم به کشورت. به قول معروف جز فتوحات میای تو. چه شانسی هم آوردن این بدبخت ها که خیلی خدا دوستشون داشت که عمر اسلام رو به روم نبرد. همون مسیحی روم میشه ایتالیای فعلی دیگه، همون روبرتو باجو اینا همینجوری مسیحی مردند. خدا بهشون رحم کرد. الله قسم کیه او سیاهه؟ نه کاری نه این سیاهی که کاپیتان تیم ملی ایتالیا بود، کارناوالی کانو آنه حالا بارتلی. آره آره بارتلی. خدا اینا رو چقدر دوست داشت، این باجو و پالو مالدینی و پالو روسی و چه میدونم فرانچسکو توتی و اینا، خیلی خدا دوستشون داشت آقا، خیلی خدا دوستشون. و الا میشدن مثل این بوری های قفوری عمری میمردند. آره عمری میمردند، خدا دوستشون داشت. ازا خارج از روایت این مطلب نیست که آقا دارم عرض میکنم، امام بارها بهتون گفتم، امام زین العابدین فرمود یه شخصی از ایران اومد گفت من مسلمان شدم به دست خلیفه عمر بن خطاب. حضرت فرمود که والله اون مجوسیت شما خیر من هذا الاسلام، از این اسلام بهتر بود، چون حداقل دیگه تو طبقه اول جهنم بودی نگاهی بهت میکردن. اما خدای عالم فرمود به عزت و جلالم کسی که منکر ولایت علی ابن ابی طالب معامله ای رو باش میکنم از کسی که بپندارد خدا بچه داره و پدر داره و زن و اولاد داره، بدتر معامله میکنم با دشمن علی نسبت او شده. زا حضرت میفرماد از یهودی بدترند، از مسیحی بدترند، از ناسب، از هر چی که شما به ذهنت. و خدا رحم کرد که عمر به اینها حمله نکرد. اونجوری کافر مسیحی موندند و مسیحی مردند. گفت باشه. این ملک و قیصر روم بشارت اسلام رو شنیده بود. گفت من 4 نماینده از 4 مذهب میفرستم به مدینه. یکی از مذهب حضرت عیسی، یکی از مذهب حضرت موسی یعنی موسوی و عیسوی، مسیحی و کلیمی، یکی از مسلک حضرت داوود و یکی هم ابراهیمی. گفت که از نشانه های پیغمبر آخر الزمان و وصی پیغمبر این است که بهتر از هر دین و مذهبی کتب اونها رو بتونه بخونه. من این 4 نفر رو میفرستم پیش تو، تو اگر توانستی با کتب خودشان با اینها رو قانع بکنی چشم، من کشور رو نمیخواد فتح کنی، در کشور رو باز میکنم مال تو. گفت چون ولیه پیغمبری که شریعت آخر است به همه علوم آسمانی آگاه است، از خودشون بیشتر و بهتر. لذا اینا اومدن مدینه و گفتن که ما کتاب هامون آوردیم، بفرمایید خلیفه باید بخونه. وقتی که عمر دید این واقعا ماجرای جوریه، رو کرد به اون مشاورینش گفت پدر سوختا، من 4-5 تا آیه سوره بقره رو یه عمری زحمت کشیدم، با 1000 غلط و غلوط یاد گرفتم، حالا از تورات و انجیل و زبور و اینا بخونم؟ میگه الحمدلله تلفظشو درست بلد نیستم. شما که میدونید، حالا مردم نمیدونن، اینا نمیدونن، شما که میدونید من چه خری هستم با حفظ احترام همه علاقهای عالم. خب مشاورینش گفتن امر آنها را به علی واگذار که اگر بتواند سرفرازی اسلام است و اگر نتواند علی زایه شده، آبروی علی رفته، بذار علی این کار انجام بده. فرستادن به امیر موسی صلوات الله علیه، گفتن اینطوریه و خلیفه کارت داره. مولا هم فرمود که هر کس با من کار دارد به نزد من بیاید. ما پیش کسی نمیدیم، هر کی با من کار داره بیاد اینجا. گفتن که دوباره رفت خود عمر به امیر المؤمنین گفت که نمایندگان روم و انبیاء روم و انبیاء گذشته و مسیحی و عیسوی و کلیمی و اینا اومدن. حضرت فرمود که هر کی با من کار داره پیش من میاد. رفت اینا رو قانع کرد، گفت بریم پیش این آقا، این نماینده ماست به قول معروف. رفتن خدمت امیر المؤمنین صلوات الله علیه. حضرت اولین چیزی رو که صدا زد پیرو دین حضرت داوود بود، گفت بیا اینجا. گفت زبور را باز کن،
صفحه فلان رو هم پیدا کن. اون داوودی زبور رو صفحه زد شروع کرد. حضرت فرمود بخوان. خوند. گفت بیست. طرف ایستاد. مولا شروع کرد به خواندن زبور، آن هم به صوت داوود پیغمبر. این شخصی که پیرو داوود بود از هوش رفت، بیهوش شد و زمین افتاد. آب زدن به صورتش، به هوشش آوردند. حضرت دسته بیل رو جدا کرد، خود این آهن رو مثل خمیر تو دستش نرم کرد و زرهی بافت از این آهن. چون میدونید که از صفات حضرت داوود نبی این بود که با دستش آهن رو نرم میکرد، که گفتم به عمار فرمود که، و در مطلب دیگر خالد ابن ولید ملعونه، یه روزی اومدم دیدم امیمونیم با دستش داره این زره رو به هم میبافه مثل کامبو. گفتم یا علی، فکر کردم فقط داوود این قدرت رو داره این کار انجام بده. حضرت فرمود بشه ای ملعون، داوود به اسم من پسر ابو طالب آهن رو در دستش نرمید. گفت نرم کرد، بیل رو مثل خمیر تو دستش نرم کرد، یک سپر و زره حضرت درست کرد. این شخصی که مرید حضرت داوود بود به پای امیرالمومنین علیه السلام افتاد و مسلمون شد و شیعه شد. حضرت موسوی رو صدا زد، کلیمی رو بله، و فرمود تورات رو باز کن. تورات رو باز کرد، امیرالمومنین صلوات الله علیه خواند از تورات. بعد حضرت این دسته بیل رو به زمین زد که سریع تبدیل شد به یک اژدهای مهیب و عظیم و جسته، و غضب کرد نسبت به عمر، چون این اژدهایی که جلسه گذشتم مطلبشو گفتم، اون کمانی که حضرت به زمین زد و شدیداً این اژدها قیز عمر رو داشت و خواست به سمت عمر حمله کنه. عمر دوباره فریاد زد الله الله یا ابا الحسن. لذا این شخص موسوی و کلیمی افتاد به پاهای امیرالمؤمنین، به مولا سجده کرد و عرض کرد الحق که تو مولا یا عالم هستی یا علی. حضرت اون ابراهیمی رو صدا زد، گفت کتاب رو باز کن. حضرت خوند و بعد آقا یک آتشی و افروخی و آتش عجیب و عظیمی رو، و امیر موین صلوات الله علیه را افتاد به درون آتش، وسط آتش را. این ملعون پدر سوخته ثانی علیه اللعنه، چون دید این صحنه رو، سری میخواست بگه منم هستم دیگه، ولی منم، دنبال امیرمونی را افتاد وسط آتش. تا نزدیک آتش شد دومنش سوخت، لباسش سوخت، به غلط کردن افتاد، مثل سگ ترسید و اومد عقب. رضا آقا امیرمونی سوا وسط آتش ایستاد و از درون آتش به این شخص ابراهیم فریاد زد که آیا قانع شدی؟ شخص گفت والله انت ولی الله حقا حقا یا امیرالمومنین. بعد با این چند نفر حضرت به اتفاق وارد یک قبرستون قدیمی شدند. حضرت امر کرد یک گودال بزرگی رو کندند و ایستاد روی گودال و فرمود به اذن الله بلند شو و روی پات بیست. این علی است که تو را صدا میزند. صدایی نیومد. عمر که وایساده بود کنار امیر صلوات الله علیه یه جمله ای گفت، این جمله رو امروز خیلی ها میگن، گفت نه یا علی، این دیگه کار تو نیست، اقدر که از قبل بودی اما اقده نیستی دیگه. ازا آقای این احمقایی که به جان این فضال امیرمونین، همه ی حرف اینا اینه، میخوان بگن آقا این امیرمونین اقدهی که شما میگید نیست. گفت نه یا علی، اینجا دیگه کار تو نیست، اینقدر تو دیگر قدرت نداری که مرده زنده کنی. این جمله رو گفت، فقط خدا مرده زنده می کند، خدا می میراند و خدا زنده می کند، توی دیگه این کار رو نمیتونی انجام بدی، کار خداست و از عهده تو خارج است. میگه چند دقیقه ای که گذشت دیدن هیکل بزرگ و مهیبی از زیر خاک بلند شد، روی پا ایستاد و دست به سینه گذاشت و صدا زد لبیک یا سیدی یا علی، لبیک یا سیدی یا علی. رام میگه که اون هیکل انقدر عظیم و مهیب بود که این ملعون خودشو خیس کرد، خودشو خراب کرد از دیدن اون هیکل مهیب. بعد عرض کرد به امیرالمومنین که یا علی امری داشتی در خدمتت. حضرت فرمود خودت را معرفی کن. گفت یا امیرالمومنین، من در زمان حضرت نوح بودم و ایمان نیاوردم و کافر از دنیا رفتم، لذا در دخمه ای تا امروز عذاب میکشیدم، در دخمه ای در گوشه جهنم،
تا اینی که زنجیران باز بشه یکم طول کشید خدمت شما بیام. سبب تأخیرم اون بود و معذرت میخوام. اما سبب دیگری هم داشت. گفت چیه سببش؟ گفت بین راه که داشتم میومدم اهل جهنم به ما گفتن، فهمیدن، هاتفی صدا زد. گفت به برکت اینی که امیرالمومنین تو رو صدا زد از جهنم آزاد شدی. این جهنمی ها به دست و پای من افتادن و گفتن سلام ما را هم به علی ابن ابی طالب برسان و از علی استمداد کن که عذاب را هم از ما بردارد. علی یا مرتضی علی، با یک علی تمام جهنم شود بهش. گویند اگر جهنمیان یک صدا علی، علی علی. سان یا امیرالمومنین عرضه میکنیم امشب به محضر شما شب جمعه است، عمری در عزای ابی عبدالله شهید ما گریستیم. یا امیرالمومنین تا نفس داشتیم یا علی گفتیم یا زهرا گفتیم یا امیرالمومنین. گرفتندم که بردندم سوی نار، به جرم آن که من باشم گناهکار. بود در اوج آتش این شعارم، خدا یا من علی را دوست دارم. گویا امیرالمومنین بین راه من گرفتار بودم، بخیر همین دلیل دیر اومدم. زو حضرت گفت که رو کرد به اون شخصی که مرید حضرت عیسی بود و گفت که انجیل رو باز کن. باز کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه از انجیل خوند. چهار نماینده چهار مذهب به مولا تعظیم کردند و مسلمان شدند. عمر وقتی این صحنه رو دید سریع نامه ای نوشت داد به این چهار تا، گفت بری این نامه رو به قیصر روم بدهید و جوابش رو بیارید. در این نامه نوشت که باید تسلیم بشی، تو وعده کردی. نامه رو دادن به قیصر روم. قیصر روم نامه ننوشت، یه نفر رو فرستاد برای قاسم دوم. گفت تو ارزش نامه نگاری نداری، در این اندازه تو رو نمیبینم که بخوام به نامه بدم. قاصد گفت که مولای ما، خلیفه ما، چیز شاه ما در روم گفته که هر موقع آن مولایی که در نخلستان آب درخت میداد بر مسند خلافت نشست، کشور را به او تسلیم میکنم. تو کسی نیستی؟ گفت ارزش اینو نداره تا جواب نامه تو بدم. تو کسی نیستی؟ هر موقع که آن شاه ولایت، آن حقیقت لایتناهی، آن مولای کل عالم، آن اساس و رکن مذهب و ایمان، علی مرتضی بر مسندش نشست، من کشور را به علی تسلیم میکنم. دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین، و من خدا رو در جمال کبریایی این مولا دیدم، به علی شناختم من به خدا قسم. و کاری